سلام و صبح بخیر خدمت تمام هموطنای خوب و نازنینم، افغانای عزیز و افغانستانی های محترم. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید عزیزان دل در پناه خداوند یکتا بوده باشید. سلامی دیگری دارم خدمت تمام فارس زبانای عزیز، همزبانای خوبم. امیدوار هستم هم زبانای ما هر جای دنیا هستید عزیزان دل نازنینا در پناه خداوند یکتا بوده باشید. عزیزان دل در خدمت شما هستم با یک داستان دیگر امروز و یک پیام های زیبای شما را میخواییم که از همین جبرتان تشکری بکنم. خواهرای عزیز عزیز و محترم ما و همچنین برادرای عزیز، تشکری میکنم از تمام شما بابت کامنت های زیبای شما و عزیزان دل بابت این همه لطف و محبتتان، سپاسگزارتان هستم. نازنینا صبح زیبای شما بخیر، روزی خوب و خوش را امید است که آغاز کرده باشید. خب عزیزان دل، امروز در خدمت شما هستم با یک داستان دیگر از خواهر زیبای ما که در امریکا زندگی میکنن و حدود 14 سال هستن که در امریکا هست و عزیزان بر ما پیام دادن و از ما کمک خواسته که من کمکش بکنم. البته عزیزان دل نازنینا، شما میفهمید که من به تنهایی نمیتونم، کسایی که بر من داستان میفرستم و اینا رو کمک کنم، اینا در کمک شما نیاز دارن. حالا من یک نظری، من یک نفر هستم، شما میفهمید که من نظر شخصی خود من را بر شما میگم، ولی شما میتونید نظریات خودتان را در کامنت نوشته کنید و به هر طریقی که شما، یعنی چی بگویم، هر نظری که شما دارید هم بر من قابل احترام است و هم بر صاحب داستان. نظریات خودتان همو قسم عزیزان دل که در کامنت نوشته می کنید اونمو تو صادقانه برای هر کسی که من می فهمم که شما این کارم می کنید و بازم از شما یک خواهش دارم عزیزان دل. هیچ وقتی ما نباید به خاطر که ملیت و که قوم پرستی یا قومی ما بگوییم که ای از فلانی جای است و ای از فلانی هست و ای به من مربوط نمیشه. من میفهمم که شما این کارا را نمیتونید، ولی گاه گاهی یک کامنت هایی را میبینم که بعضی ها که در کامنت در یوتیوب و در چینل من که دیدم میشه، کسایی هستن که میخواین بین هزاره و پشتون یک نفاق بندازه، یوان وقتا یوان چیزایی نوشته میکنه درباره هزاره ها و هیچ وقتی من از نظریاتشان ناراحت نمیشم، چون من آدم های نادانم، اونم وقت که یک نظر که ببینم من میشناسم که اینا کی هستن و چی میخوایم. مطمئن هستم شما هم نظری من هستید. هیچ وقتی ما خود ما را بر همچین بر ویزی پشه یا دور اطراف ما نمیخوایم روز ما را خراب کنیم یا خدای نکرده خود ما را درگیر بکنیم. خب عزیزان، یک چیز دیگر میخواستم براتان بگویم. بر من ثابت شده، یعنی مدتی هست که من در یوتیوب هستم و سالهایی را که من زندگی کردم، خودتان میفهمید که من 20-30-40 من از 40 به بالا هستم و من خورد نیستم. برای من ثابت شده که کشوری که در دست ملا باشه عزیزان دل، کلمه یا امو کفن او کشور دوخته شده، مردم او کشورم در عذاب هست. ملا سال هاست که در کشور ما نظر داده و حال حکومت میکنه. این مقصر اصلی در این وسط کی هست؟ مردم عزیز و شریف افغانستان و همچنین کشور دوست و همسایه و همزبان ما ایران. کی مقصر از خود مردم ایران؟ ما بخوایم در خانه ما کسی رو مقصر بدانیم که نه، من مشکل از من، از شوهر من نیست، مشکل از ننوی من هست، مثل که ما بگوییم مشکل از ما نیست، مشکل از ملا است. کی برای ملا موقعیت داده؟ ما. کی برای ما موقعیت میده که ما ننوی ما را داخل کنیم یا خوشوی ما را یا یور ما را؟ خود ما. و اگر ما هوشیارانه تصمیم بگیریم در هر
باره، درباره فامیلداری و خانداری و درباره مملکتداری. خب شما میفهمین که مملکت ما، یعنی کشور عزیز ما افغانستان، به خاطر چی به این روز رسید؟ به خاطر که ما نادانها را اختیاردار کشور کردیم. هیچ وقتی نگفتیم می چیزی را نمیفهمم. یک ملا اگر فتوا داد که ها آریانسایی کالایش خوب نیست، کل مردم افغانستان گفتن ها کالای آریانسایی خوب نیست، در حالی که من مطمئن هستم 50% مردم افغانستان آریانسایی را دوست داره. به خاطر چیه؟ هنرمند افغان است، میخوانه، مردم خوش نگاه میکنه، برای مردم ها کمک میکنه. من منظورم این است امروز از که تعریف کنم، فقط خواستم براتون بگویم هیچ وقتی برای کسی اجازه ندین که زندگی تان داخل خانه زندگی تان خراب کنه و شما را غصه دار کنه، یعنی شما را خدای نکردن ناراحت بسازم. همیشه فکر اینو بکنین که اگر ما برای ملا اهمیت نمیدادیم، امروز مکاتب در افغانستان بسته نبود. اگر ما ملا را هر جای میدیدیم دسترش میزدیم که او ملا فقط کار توی از دسر جنازه های انبات ما نماز بخوانی، یا بری دسر قبرها یک او بپاشی و یک دو کلمه هرچی که یاد داری بگویی. امروز ملا در افغانستان جایی نداشت و همچنین کشور دوست و همسایه ما ایران. در هر کشوری که به سواد یعنی ملا دین حکومت کنه و کشور پیشرفت نمی کنه، او کشور روز تا روز خراب میشه. و اینا باز چی میگن؟ مثل که در داخل خانه زن و شوی بین خود مشکل داشته باشه میگن خب ننویم دخالت کرد، خوشویم دخالت کرد. باز همیشه چی میگن؟ میگن خب کار امریکا و انگلیس است. همیشه مردم ضعیف کسی دیگر را مقصر میدانه، مردمی که خودش از خودش چیز نداره همیشه سعی میکنه که یک نفر دیگر را مقصر بدانه. مثل که آدمی ضعیفی با اولادش درگیر میشه، با شوهرش درگیر میشه، با بعد نمیگه که مشکل از من هست، میگم مشکل از من نیست، میخواد که خودش یعنی گب خودش آدمو کرسی بشانه که بگه که نه مشکل از من نیست، تو این کار کردی، در حالی که شاید دو طرف مقصر باشه، مقصر اصلی خودی طرف باشه. ما همیشه عزیزان فکر نکرده یک کار کردیم و دچار مشکلات شدیم که همیشه میگیم غضب خداوند است. امروز در افغانستان اگر طالب حکومت بکنه، یک مردمی به سواد و مردمی غیر از انسان نیستن، اینا ایده ای وسط که مقصر است؟ مردم افغانستان. مردم افغانستان هیچ وقت خود مقصر نگفتن، رفتن در بدترین دسکوها، رفتن هر جای رفتن، بیرون آمدن خود تکان دادن و گفتن شکر مسلمان هستیم. در این وسط ملا از آب گلالود ماهی گرفت. من امروز منظورم این نبود که من دوباره این پنجابی های چتل مردارخور دخیل بکنم در داستان و خواستم امروز داستان خواهر ما رو براتون بگویم. هیچ وقتی کسی رو مقصر ندانید اگر در خانه مشکل داشتیم. من همیشه گپ هایی را که میزنم پیش از داستان میگم، چون خواهرای ما از اول داستان خوب گوش کنن، بعد آخر داستان نظر خودشان رو بدن. کسایی که وقت ندارین، تایم ندارین، که بعضی وقتا میگی تو نمیفهم تو میکنی و تو نمیفهم فقط داستانو بگو، برادر و خواهر من، از امیال سفر بسته کو، بوری یک داستانی رو گوش کو که هیچ اول گپ نزده باشم. من اینجا برای تو احتیاج ندارم که تو بیای ویدیوی من رو گوش کنی و در کامنت نوشته کنی که تو بسیار تبصره میکنی یا نمیفهم بسیار تفره میری. من دل من، خانه من، چنل من و گپ زدن من و کسایی که مرا دوست دارن، من یک ثانیه گپ بزنم و یک و نیم ساعت گپ بزنم، اینا مرا دوست دارن. تو که خوش نداری از امیال برای تو گفته باشم برادر، من ناراحت نمیشم، هیچ وقتی من از تو دلگیر نمیشم که تو چنل مرا ندیدی و تو آمده ویدیوهای مرا دنبال نکردی، چون من اینجا نامدیم که کسی مرا خوشش بیایه یا کسی مرا بدش بیایه. من میفهمم این امیالی زیادترینی مردای افغان مرا بدش میایه، زیادترینشان، ولی من در سرشان
و خدا اگر خندام بکنم در قصه جان نیستم، ما هدف اصلی ما خواهرای افغان ما هست که ما آمدیم اینا رو کمک کنم. ولی اگر شماهایی که ناراحت هستین، من نمیخوایم خدای نکرده دچار کدام مشکلات شوین، سردردی، گوش دردی، دل دردی، معده دردی، روده دردی، برادر از همین جا براتون میگم سفر رو ببند و برو پشت کارت. من هر وقتی که برای شماها ویدیو جور کردم که بیا برادر افغان من برای تو یاد بتم تو بسیار ضعیف هستی، باز اون وقت بر من دستور بدی که بگو وقت تایم ویدیوی تا زیاد نکن. تایم ویدیو هر چقدر باشه من اونمو رو قسم میکنم. من ویدیوها رو بسیار داستانها رو سانسور میکنم و داستانها رو من اگر 3 ساعت باشه من سعی میکنم رو 40 دقیقه بکنم یا نیم ساعتی بکنم. بعضی داستانها رو اگر من براتون قصه کنم یعنی از سر شب تا صبح برای من پیام میایه. سر شب من در اینا میگم پیام هایی تا بفرست، اینی صبح من میبینم که هنوز آمده رفتم، آمده ششتم. برش میگم خواهر جان این همه رو من نمیتونم گوش کنم، تو میفهمی که تو امشب تا صبح فقط پیام دادی. میگه خواهرم هر چی را که میتانی از داخلش خودت بگیر سانسور کو که بعد کوتاه کو بیا اینجا قصه کو. بعضیشون من جنگ میکنم میگم خواهر جان من تایم ندارم خلاصه کو. امیره که امی قم مسیج یا ویس را که روان کرده این امیره کلش خلاصه کو، ده تا ویس یا 6 تا ویس یا 5 تا ویس کلش خلاصه کو. من دیگه میفهمم دردتان، من میفهمم، من میفهمم کلتان یک درد هستین، تو، من، ای، او. خب عزیزان مقصر اصلی از این دردا کی هست؟ اینقدر درد کشیدیم، رنج دیدیم، خود از سیاسر نامیدیم، کی مقصر است؟ من بیایم کی رو مقصر بگیرم؟ مثال من 20 سال با یک شوهری زندگی کردم که یعنی تمامی چیز در وجودش بود انسانیت نه، مردی داشت، مرد بود، چشم و گوش داشت، غذا میخورد مثل همه، مثل انسان ها با دستش غذا میخورد، نمله نمیکرد مثل حیوان، ولی انسان نبود، عقلی درست نداشت، دیوانه که بگویم که مویایش میکند و تشنا بشد سرش میمالد نبود، مثل زیادتر این مردای افغان بود. کی مقصر بود؟ خود من. من میتونستم 2 سال بعد ازش طلاق بگیرم، 3 سال بعد ازش طلاق بگیرم. خب مادرم بود بود، پدرم بود بود، خب اینا هر کس زندگی خودش داره. کی دردی که من کشیدم کشید؟ مادر من یا من؟ پدر من خدا بیامرز یا من؟ مامای من یا من؟ کاکای من یا من؟ من مقصر کی بود؟ من. سعی بکنین همیشه در زندگیتان فکر کنید و کس دیگر دخیل نکنید. همیشه ما کی را دخیل کردیم؟ ننو را، به خاطر که خود ضعیف حساب کردیم، وگرنه ننو هم یک زن است. اگه ما دفعه اول جلوش استاد شویم باش سیلی بزنیم در صورتش که دیگه نمیتونی در زندگی ما دخالت کنی، به خدا که دیگه پدرش آمده بتانه در او خانه میترسه. خشور یک بار پیشش استاد شویم برش سم سعی بگویم مادر جان، زن کاکا جان، خاله جان، همه جان، من درست سواروسی تو هستم، احترامی تو رو دارم، برای تو غذا میمانم پیش تو، کالای تو رو میشویم، ولی من برده ای تو نیستم. ولی ما این کار نمیکنیم. به خاطر چی نمیکنیم؟ من گوش کنم برای شما میگم، به خاطر از این نمیکنیم، خود دروغ خوب نشان میتیم. از زیر دل ما این ننو رو مثل سگ دور از جان بعد ما میایه و این خشوره و این خسوره. ولی ما سعی میکنیم که یک نفر دیگر را در دروغ بفهمانیم که ما بسیار خوب هستیم و تو بد هستی که با خشویت نساخته. خود خوب نشان بدیم در حالی که درون ما پر از گندگی هست، یعنی کینه، نفرت درون ما پر است. خوب عزیزان دل، چطور میتونیم ما با خود ما صادق باشیم، خود ما را دوست داشته باشیم؟ ما در دروغ نشان ندیم که یک مردیم غیر افغان مثل همه فارس زبان های ما مرده ایرانی طرف ما ببینه او دانش بره که زن زن افغان است. میبخشید
در حالی که زن ایرانی و زن افغان فرق ندارم. فقط زن ایرانی فرقش ای هست که از خود مواظبت میکنه، خودش دوست داره و ما نداریم. ما همیشه سعی میکنیم دل یک نفر با دروغای خود ما او کنیم، خود خوب نشان بدیم که مثلا مرد افغانی همسایه ما را شوی ما میزنه، شوی ما یک نیشه، یک تریاکی، یک مردارخور بیکاره هست و ما سعی میکنیم پیش مردم را تو بتکانیم و بگویم خوب هرچی از شوی هست دیگه. دمی امریکا، حال باز داستان را بهتان میگم. مرد همسایه طرف خود میبینه، من کار میکنم، من اینقدر ببین هنسوم و قد و مرسک و اندام مرسک و زندگی مرسک و این مردکه رسک و حیفی او زن که دهی است، دلش او او میشه کی چی تو زن است ای را تحمل میکنه. خبر ندارم کی زن از درون پوپنک زده، پرمسک زده، از بس که دل و جگر ای خراب است از دیس ای نیشه و از دیس ای مرد چتل، ولی خود جلو یک دیگه خوب نشان میدیم که او دلش او شوه و او زنش بگوید که اون از فلانی یاد بگیر. در خود ما احترام نداریم، ولی ای عادت ما هستم، ای عادت ما زنهای افغان هستم. من این امروز براتان حقیقت میگم، دور از خوبای ما که بسیار هوشیارای ما که بسیار درک بالا دارن هوشیار هستن، زیادترین ما همه قسم هستیم. میخواییم که یک نفر دیگه از ما تعریف کنه، در حالی که خود تو میفهمی که درونی تو چی هست، میفهمی که تو چی روز داری با یه آدم احمق بشی. خب عزیزان دل، بیاین با خود ما صادق باشیم، خود ما را دوست داشته باشیم و سعی بکنیم که خود ما از خود ما راضی باشیم، نه اینکه مردم ما را تعریف کنن. خود ما را نشان بدیم که چی هستیم، نه اینکه دل همسایه ما را بسوزانیم، دل یک زن دیگره که زندگی میکنه و با شوهرش خیلی خوب و خوش است، ولی ما دل شوهر او را میسازانیم که ای کاش زن ما بود. در حالی که این زن در خانه چی میکشه او را خداوند بهتر میفهمه. وقتی که خود تو خداوند تو را عصد کرده، خود تو از خودت راضی نیستی، یعنی خیال که خداوندم از تو راضی نیست. نه لباس تو در دل تو هست، نه خورد و خوراک تو در دل تو هست، نه شوهر تو در دل تو هست و نه امو زندگی که یک چهار تا فرش کهنه و یک مبل کهنه و یک چهار تا چوکی، یک لوازم آشپزخانه داری، نه اینا به دل تو هست. تو زندگی نداری، تو درس خوانده نمیتونی، تو یک جایی بدل رفته نمیتونی، با یک دوست خورخونده رفت آمد نمیتونی. ای در این مانا نیست که کی مقصر هستم، مقصر اصلی خودی تو هستی، خودی تو هستی که خود قدر به جرأت حساب کرده که همیشه تو را سیاسر گفتن و نمیفهمی. تو نمیفهمی، تو چیزی را نمیفهمی. حتی این همی ملاهایشان میگه که زن عقلش مچیم در کجایش پشت پایش هست، کجایش هست. چرا؟ زن اگر خودش قدرت نمایی، یعنی از داخل قدرتش نشان بده، به خدا جرأت و قدرتی که یک زن داره مرد نداره. من کشورهایی را میشناسم که فعلا زن حاکم است، کشور را بهشت جور کردن. همیشه برای زنهای افغانستان گفته بهشت دنیای امروزی جهنم زنهای مؤمن است و بهشت زنهای کافر. برای چی شما ها را بازی داده؟ برای که خودشان حکومت کنن. برای چی برای شما همیشه دین پیش آورده؟ قرآن تو گفت، اسلام تو گفت، برای که خود اینا چارتا شما را کنیز بگیرن. شما نفهمیدین، هنوزم درک کافی نداریم. هرچند که من 1.5 سال است اینجا براتان میگم، از خودتان دفاع کنید، خودتان دوست داشته باشید، برای خودتان اهمیت بدین. اول خودت، بعد شوید، بعد اولادت و بعد همسایه و فامیل و دوست و آشناهایتان. اول خودتو.
وقتی میخوایی پیسه ای داری، میخوایی که برای اولادت یک چیز بخری، برای شوهرت، اول ببین خودت تو چیز لازم داری یا نداری. منظور از کوچیک شمار کن، حساب کن. چرا همیشه قربانی هستی؟ چرا زنای افغانستان همیشه قربانی هست؟ به خاطری که همیشه میگه خوب چون من یک مادر هستم، من یک زن هستم، من باید اول باید شوهرم غذای خوب اول پیش شوی هستم. ماندگیشم اولادایش اگه در زیرش یکان چیز خوبتر بود که ماند میخوره، اگه نبود اونمو تیماندهشم میخورم. دروغ نمیگم. برای چی امروز مردای افغانستان زیادترینشان مرا بدش میایه؟ خب شما میفهمین، ما میفهمم. برای که من برای شما یاد میتونم میگم خودتان را دوست داشته باشید. پیش از این که برای شویت محبت میکنی، اول برای خودت محبت کن. پیش آینه استاد شو، لباس خوب بپوش، خودم میکاپ کارایش کن. در داخل خانه برای خود چای جور کن، تلویزیون روشن کن، فیلم ببین. با مادرت گپ بزن، با خواهرت گپ بزن، با یک دوستت نیکی 3 ساعت تلفن بگی خواهر سارا امروز چی گفت؟ خواهر جان الو کبرا چی کرد؟ شوی کرد خویی؟ پیر بود چرا شوی کرد؟ نه ای گبا نه، خواهرت احوالش پرسان کن. خواهر جان خوب هستی؟ چطور هستی؟ مادر چطور هستی؟ خوب هستی؟ گولی های تخوردی؟ دوای تخوردی؟ اولادای بان برای شما زنگ بزنه، شما برای اولادت زنگ نزن که بچه ام کجایی؟ بان هر جای هست هست، اگه دوست داشت خودش برای تو زنگ میزنه. برای دخترت نه زنگ نزن بچه ام کجایی، مثلا اروپا باشه، کانادا، آمریکا، هر جای باشه. بان که او حالت رو بپرسه، خود دوست داشته باش. وقتی که او برای تو زنگ نزد، تو در فکر میفتی که چرا دخترم برام زنگ نزده. اونو وقتی که تو میفهمی که تو را احترام نکردم، مصروف زندگی خودش از تو را فراموش کرده و تو یک تکانی میخوری میگی دیگه من چقدر زحمت کشیده بودم. خب چرا این قسم شد؟ یادت میای روزای گذشته و او وقت است که تو محکم میشی، او وقت است که تو فکر میکنی که تو غیر از خودت دیگه کسی در قصه تو نیستم. در خودتان برسین. خب عزیزان دل، داستان شروع میکنم که بسیار دور دراز نشه که حال خدای نکرده شما رو دلگیر نکنم. در قصه او دیگران نیستم، مقصد من شما ها هستید. خب نازنینا، داستانی خواهر ما رو، البته داستانی بسیار دور درازی نیست، داستانی هست که در دست من رسیده، با من صحبت کرده و از من کمک خواسته که من لطفا کمک کن. 14 سال میشه خواهر سارا در امریکا هستم، دختری 12 ساله دارم. با شوهرم یعنی 1 ساله در افغانستان بودیم که آمدیم امریکا. یعنی 15 سال است اینا عروسی کردن. شاید 15 ساله بوده که یعنی میشه 30 ساله، اگر 16 باشه میشه 31 ساله. خوب عزیزان خودتان، دختر افغان تا 20 سالگی را اگه در خانه باشه خب او را میگه که او پیر شده. من مطمئن هستم اینا زیر سین عروسی کردم. خب وقتی که با شوهرم عروسی کردیم، بعد از 1 سال آمدیم امریکا و 1 سالی که در افغانستان بودیم، یک کمی نمیفهمیدم. یعنی زندگی خب قوم و فامیل نزدیک بود، تازه عروس هم بودم، هرچند که شوهر ما یک آدمی پاک نیست، یک آدم خیلی ناپاک از هم روز اول میره درک کرده بودم که هر کس که در گیرش بیایه یکتش دوستی میکنه و رفیق بازی و زنک بازی میکنه. آمدیم امریکا، خب خلاصه سالهای اولی که در امریکا بودیم یک خورده بسیار سخت بود بر من، چون این روزها تام بیگار گم بود، شو میامد. من تک تنها آدم خانه، دیگه خانه را جارو کو، پاک کو، یک غذا پخته کو، یک ایره جمع کو. بعدم که می آمد در خانه هیچ راضی نه از ما و ناراحت و افسرده خواه می کرد و کم 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 صاحب یک طفل شدیم، 2 طفل شدیم، 3 طفل شدیم خواهر سارا. ای هر 1 سال افغانستان می رفت، هر سال می آمد و مرا نمی برد، می گفت تو چی می کنی رفته؟ یعنی بر من هیچ اهمیتی نمی داد. حتی من تا 2 سالم من با فامیلم در تلفن گپ نمی زدم، یعنی من موبایل نداشتم، برای من موبایل نمیگرفت. میگفت موبایل چی میکنی؟ موبایل غیری خرابی دیگه هیچ چیزی داخلش نیست.
فقط یک دانه تلویزیون اگه اینی قدخانه بود اونم رو ما پیشی که نبود میدیدم. یکی میامد مره میگفت تو روستا به وارد ای تلویزیون هستی، در حالی که کار نبود در خانه. مره مکتب نمان، سال اول نمان، دوم نمان، دخترکم که تقریبا یک ساله شده بود، یعنی سوم، سال سوم که بسیار از طرفی که ما با خیلی هایگان کسا که کتش رفت آمد یعنی شوی ما داشت که می رفتم اونا پیش من می گفت که آما درس می کنیم چرا نمیری زبان انگلیسی یاد بگیری، بعد برای اونا می گفتی نمیتانه ای بسیار کم جرأت هستم. مام به خاطر که خوش شوه می گفتم آما نمیتانم. چرا نمیتانی؟ می گفتم خوب نمیتانم چی تو بروم دقات مردم زبان نمیفهم. می گفت کلگی میرم. خب خلاصه مرا بعد از دخترم یک ساله شد من از این خواستم که من مکتب میرم. طرف من دید گفت میتونی؟ گفت باید خود جمع جور کنی، اگر مکتب میری مکتب جایی هست که اونجا هر رقم آدم میاید. زنایی که میاید بسیار زیردار گریختگی و زنایی بسیار نمیفهمم از او از او بقیل من گوش من بسیار خواند. خب من گفتم نه من میرم فقط که انگلیسی رو یاد بگیرم. همیشه بر من میگفت که انگلیسی مهم نیست، مهمی است که تو یک زن خوب باشی. انگلیسی رو من هستم دیگه چی میکنی یاد گرفتم. در مخاطر من دخترم یک ساله بود مکتب شروع کردم و همی بروبیم بسیار کم بود در مکتب. همو سمسته همو تا ترم خواندم دیگه من مکتب نخواندم که تا اینکه بچه دومم شد. بچه دومم شد یگان بارا که یگان جایا میمان میشدیم یگان کاسا خانه ما میمانی میامد اونا پیش ما که پوفلاف میکردن که چرا درس نمیخوانی؟ درس بخوان، زبان انگلیسی رو یاد بگیر، نام خدا جوان هستی. زنای کلانسین یا زنای هم سن سال خودم باز من میگفتم من نمیتونم. بعضیش میگفت چرا نمیتونی؟ میگفتم خب من اولاد دار هستم، دو تا طفل، خانه با شوهرم. میگفتی شما آره نیست این اگه من نباشم این نانش خورده نمیتونم. من هستم که ایره اینه تره خوشت میکنم، یعنی یک چیز برش میارم یا غذا و دیگه. این فقط یاد داره که اونم غذا رو پخته کنه به نمک و با نمک و میگه پیش روی من تو گبا میزد. باز ما هیچ چیز نمیگفتم، میخندیدم، میگفتم ما راست میگم. من بسیار کم جرأت هستم، کم جرأت و کم جرأت و کم جرأت. یک روز زنی دوست شوهرم خانه ما آمد، خانه ما آمد اما تو جگر خون و بسیار یک زنی با سواد بود، کارم میکرد. او هم سه اولاد داشت و وقت من دو دانه داشتم. طرف مدید گفت که او زن من امروز آمدیم که کتو تو گپ بزنم. گفت خودتا قدر خوب نشان میتی که هر کس خیال میکنه تو بی بی اوا هستی در حالی که تو هیچ چیز در وجودت نیست. من طرفش میدیدم میگفتم چی شدم اگر؟ میگفت میفهمی چی میگه شوهر من؟ دفعه که تو رو مثال میزنم میگه اونو زن هسته که در خانه میشنم، زن اونو هسته که شوهرش هرچی میگه سرش رو پایین میندازم میخندم. دوزد من رفت گفت دیگه نه خانم بیا نه خانت میاییم بخی بدم میایی از تو زنه که مردار خوری بیغیرت. خوی رفت میگه کت خود گفتم چرا من رو دوزد؟ من خدا هیچی نیز نکرده بودم. در یادم آمد که ها هر چیز که اینا در خانه ما میایی شوهرم میگه مثلا ما پایین مندازم. این را شوهرش امرو تا نمیداده میگفته که آه ببین او را شوی شرش میگه سرش پایین است تا ما پر یک چیز میگو معمله میکنی. خدایی دوستم بود و کتم به هم زد و خواهر سارا من سالی که با ای آرستی کردم، سالی که ما امریکا آمدم، من از دست ای در خانه قدر گریه میکردم. ای شوا نمیامد، یعنی تلفن نداشتم، میخواستم که فامیلم گپ بزنم نمیتانستم. تا زمانی که ای رفت افغانستان که من اوشتوکه که من یک ساله بود تلفنش را بر من ماند، رفت بر خود یک تلفن دیگر خرید. گفت بخاطر یک من میرم افغانستان این تلفن پیش تو باشه که من گاه گاهی برای تو زنگ میزنم. تا او وقته ای من تلفن نداشتم. خب خواهر جانی که رفت افغانستان من نمیفهمیدم که چی کار کنم، چی تو نمبر فامیل من پیدا کنم. در خودی از اینکه از من خبر میگرفت بر من گفت، یک روز زنگ زد و من ازش پرسان کردم که هم فامیل من که اونجا هست تلفنی هم اونا را بگی که من کتم اونا گرد بزنم. گفت خوب، یعنی تلفنی اونا را تا این زمانی که امریکا نامد بر من نداد. وقتی آمد بر من گفت اینی تلفنی در روی همون موبایل سیف کرد که از مادرت هست و
یوم از خوارت میتونی که از اونا گاه گاهی گپ بزنی. تلفنی که بر ما گرفته بود او اینترنت نداشت، یعنی خودش که شام میامد و یک کار میکرد اینترنت داده او اصل میکرد، صبح که میرفت اینترنت او را گل میکرد. من نمیتونستم با تلفن در افغانستان گپ بزنم و من هیچ چیز نمیگفتم، هیچ من اعتراض نمیکردم. خواهر سارا زندگیم همه قسم تیر شد، همه قسم گذشت، اولاد سومم شد. میفهمیدم که با دخترها تارنار داره، چون مثل یک مرد نبود در خانه با من، مثل یک شوی نبود با من، ولی ما کد از تیر کردیم تا حالی. بعضی وقتا خیال میکنم یک قدر بی عرضه هستم که خودم از خودم بدم میایم. 14 سال در امریکا هستم، زبان انگلیسی را هنوز نمیفهمم. درس نخوندیم، تحصیل نکردیم، یعنی دوست خوب ندارم، جرأت ندارم، درایوینگ یاد ندارم. یاد ندارم که اگر از این که من جدا شوم، طلاق بگیرم، من کجا شوم، چی کنم، در کجا برم. یک قدر زندگیم خراب هست با شوهرم. اگر من فعلا داستانهای شما رو میبینم، دختری 12 ساله دارم، داستانهایی که پخش میکنین، نشر میکنین، من از سال که شما در یوتیوب آمدی، من داستانهای شما رو شاید من اول دومش گوش نکرده بودم، دیگه تمامشم از طریق کسایی رو که میشناختم برام گفت ببین اینی زن در امریکاست و اینی داستانای زنا رو میگه. من گوش میکردم، باز کد خود میگفتم می زن چی میگه، مگه میشه یک زن در پیش شویش استاد شود که بگه که من طلاق میخوام، من طلاق میگیرم. خو یک نفر زبان یاد نداشته باشه چی میکنه، یک نفر کار نداشته باشه چطور خود مواظبت میکنه. جرأت ندارم که من اینم یال اگر شوهرم طلاق بگیرم، من کجا شوم و من چطور کنم زندگیم. من خو میفهمم بار بار بر من گفته چون جنگای ما میخیزه در خانه، مرا میزنه، دو میزنه، دشنام میده، میگه من از خاطری که تو احمق بشور نمیتونی رای خودت پیدا کنی، من برای تو قربانی شدم. شوهرم بر من میگه من یک قربانی هستم که با تو ماندم، نه در سر تو زن گرفته میتونم، نه دوست دخترم در خانه آورده میتونم، تو پای مرا بند کرده در این خانه و تو یک زن بیورزه پستی بشرف هستی. بر من خرج نمیده، کالا نمیکنه، بر اولادایم کالا نمیکنه، تمامی کالای مرا فامیلون برم روان میکنه. من 14 سال است در امریکا هستم، من نتانستم، مادرم خود خدا بیامور شد فوت کرد، من هیچ وقت افغانستان نرفتم و هیچ وقت مرا نبرده، اینی بر من اهمیت نمیده. و من در 14 سال من نه فامیلون نتانستم دعوت کنم و من نتانستم برای اونا یک پیرن روان کنم. اگر راست شب بخوای تمامی لباسای مرا خوارای روان میکنه و فامیلم، حتی یک لباس بر من نمیخرم. خواهر سارا من نمیفهم چی کنم، یعنی من خیال میکنم من یک زنی هستم که از داخل مردم. وقتی که یکان بار میگم این صبح میره شو میایم، یعنی که خود نان نمیبره از خانه، برش غذا میگم بر تو بانم، میگه نه، خودش غذا در بیرون میخورم، خودش در بیرون کار میکنه. من نمیگم کار نمیکنه، کار میکنه چون کرای خانه میده و خرج خانه، ولی اولادا را پیسه داخل پولی تو جیبی برش نمیده. میگه برای اولادا از خانه نان بده که ببره، دختر 12 ساله دارم، بار بار گریه میکنه، میگه مادر تمام روز من از خانه نان میبرم، خوب بر من پیسه بده، دوستای میره از امی دکان یک چیز میخرم، اون برای خود یک چیز بخرم، چرا بر من پیسه نمیتی؟ میگم بچه من از بابیت بگی پیش از او که میره و میگه چرا بر از نان نمیتی، از خانه پیسه رو میخوای چی کار کنم؟ یعنی برای دختری 12 ساله و 10 ساله و 6 ساله من یک 3 دلار 10 دلار 5 دلار ندارم، ولی نان خودش کلش بیرون از صبح میره، صبحانه هم حتی نمیخورم، میره شو میایه، او رو بعض شو نمیایه، شو میایه که اگان شو میایه که چی پخته؟ هر چی بود اونم رو میخوره، اگر نخورده بود خود نمیخوره، نان چاشت و صبحش بیرون است. من یک روز برش گفتم تو 10 دلار برای ام اولادا نمیتی، نان خودت کلش بیرون است، خوب است من تو در بیرون یک 10 دلار 20 دلار نان میخوری. طرفم دید گفتی پیسه از بابت است که از من حساب میگیری؟ گفتم نه، خوب اینا هم اولادایت است، من زنت هستم، من اختیار یک 10 دلاری رو ندارم. خوب در سر جنگ ما بسیار جنگ ما میخیزه،
خواستم براتان بگویم خواهر سارا کمک کنه، چطور میتونم طلاق بگیرم؟ ماما بار بار تصمیم گرفته ما کتش که جنگ کردیم، گفته من از تو طلاق میگیرم، که بیخی یک گبی شده که خود من میشرمم. هر دفعه من میگه بیا بریم طلاق بگیر. تو خیال میکنی من تو رو بسیار دوست دارم که اینجا ششتیم کت تو، ولی من باز دوباره تب میشینم در اولادا این فکر میکنم، در شوی این فکر میکنم. یعنی این مردکره من در نظرم میرسته که ایره اگه من یه لاک کنم دیگه هم چین چیزی گیرم نمیایم. یاله که در این نتیجه رسیدیم که نه، این من دوست نداره و من ایره دوست داشتیم ششتیم. خواهر سارا من رو کمک کن. خوب عزیزان دل، داستان شنیده دیگه دور دراز نمی کنم. بسیار از همی گبا زده که نمی فهم، فکر می کنم من ایره دوست دارم، فکر می کنم من ای تنها کسی هست که من دارم و همچین چیزایی که من او قومیای از همچین گبایی. بخاطر چی؟ یک زن که به عرضه باشه ای فکرها رو می کنم. خوب نصیحت من بر از خواهر ما ای است که خواهر عزیز، خواهر زبای من، هموطنی عزیز من، دختر افغان، تو تنهای قسمی نیستی. شاید تا روزی که من در یوتیوب نامده بودم بسیار زنها مثل تو بود. یکی دیروز در کامنت نوشته کرده بود که از روزی آمده تا حالی بسیار زنها را طلاق داده. راست میگم، من زنها را بسیار یاد دادیم و از زنها از حق خودش دفاع کرده. ای کدام مشکلی نیست، خدای نکرده ما کدام گناه کبیره نکردیم. مثل ملاها فتوا ندادیم که برین شیطان مرگ موش بتیم، فتوا ندادیم که یه شوی در خانه است. خب چرا بر از نان پخته میکنی؟ شام که دم خور پوف بود در رویش بشین. تو نگفتیم، فقط گفتیم خواهر من بر از این شپیش گنده ریشی پشموی تنبان کشالی خشتک گنده ضرر نرسان، طلاق بگیر، طلاق بگیر. در این کشورا قانون است، اگر تو ایره مرگ موش بتی هم ده بلا میری، اگر ایره ستر و کافور بتی هم ممکن است از تو شکایت کنه، اگر ایره کدام تیله بتی سرش در دیوار بخورم از تو شکایت میکنه، ازش طلاق بگیر. که این کارام کردن، خدا را صد مرتبه شکر که هوشیارانه کار کردن. من هیچ وقتی نمیگم ما کار نکردیم. ما بسیار زنا را از روزی که در یوتیوب اومدیم از بند خلاص کردیم، هم خودشان هم اولادایشان افتخار میکنم. هیچ وقتی نمیگم کاری بدی کردیم. خب عزیز دل، خواهر زیبای من، اول از همین روز که داستانت میشنوی برو مکتب شروع کن. فرق نمیکنه که تو چند سال هستی، مکتب شروع کن، خود بنداز در روی کتاب و درس و مشق و که حداقل هم قرار بفهمی که رای خودت پیدا کنی. بری مثل گودویل، مثل یک جایی به نام دی آی، مثل یک جاهایی که در زبان خیلی کار نداره، یا در مارکت های ایرانی ها که فارسی زبان ها حتما بری تو رو در کار میگیره. برو برای خود کار پیدا کن. می زبان انگلیسی دیگه کم خوبتر شد، فورا پشت کار بگرد. دیگه خیال کن که تو از امروز شوی نداری. این شوی نمیتونه تو رو از خانه بکشه، این شوی نمیتونه تو رو بگوی مکتب نرا. چونی که تو رو میگه برو طلاق بگیر، یعنی این قصه تو نیست. تو فقط تا روز زبانت هم بار بار گفتم تکمیل نکرده، اوش کنی طلاق نگیری. وقتی که زبانت تکمیل شد دم کلیش بزن، طلاق تا بگیر و برو برای خود کار پیدا کو و خانه تا جدا کو، اولادای تا مزدسی نجات بتی و خودتون ایلوش کنین. مثل همچین مردی در جامعه افغانستان شاید 50% همه قسمی مردا در جامعه ما افغانا باشن. اینا هستن، اینا بیغیرت ترین هن. من گفتیم دور از خوبایشان بیغیرت ترین هستن، میرن اونم نان زن و بچه شده یک زن دیگه میخورانه، 40 پوف و لاف دروغ پیش او میزنه که ایتو دارم، که ایتو دارم، زنی خوب ندارم، زنی تو ندارم. مدلی تو زن ششتی پرده ای را کردی. طلاق تا بگیر خواهری من. طلاق هیت وقتی کسی نمیگه که تو طلاق گرفته تو مسلمان نیستی، تو طلاق گرفته تو یک زنی خواب پاک نیستی، تو طلاق گرفتی و تو یک زن افغان نیستی. هیچ کسی تو را همچین گبی زده نمیتونه. وقتی تو از خود کار داشته باشی، برای خواهرت، مادرت، فامیلت، به اولادت، برای کلگی کمک میتونی و خودت هم سربلند زندگی میکنی. اینمی شوی تو روز 10 بار خود لعنت میکنه که چرا همچین زنی را من طلاق دادم. ولی تو از این روز
که میگی 14 15 سال است، تا 15 سال دیگر هم تو پیشی بشینی تو پیشی عزت نداری، قدر نداری. فقط عزت تو پیشی کی است؟ وقتی که در تو احتیاج داره تو رو در تخت خواب میبره. دیگر تو پیشی قدر و عزت نداری خواهر من، خودت احترام داشته باش. شما ما بار بار گفتیم اگر شما اینا را آدم نکنید به خدا که از بالا جبرئیل پایین بیایه مردای افغان آدم کنه. مردای افغان دور از خوبایشان باشن، خیلی هایشان از طالب بدتر هستن. ما بار بار گفتیم طالب شاه خودم ندارم، فقط سواد نداره، فهم نداره، شعور کیر از زیادتر مردای افغان ندارم. خب همو است که میگه یک مثال، ما مردم هزاره میزنیم میگه خوری بدین به مذهب میتن. مردم افغانستان همو قسم بود که امروز طالب آمد و سوارشان شد. آلم شما چرا کارا میکنین؟ من اول ویدیو خوب گوش که اول ویدیو را ببین من چی گفتیم، کلش ببین یاد بگیر، در خودت احترام داشته باش، برو خود جمع جور کن، یک کالای تمیزتر داری بپوش، یک لباس آبادتر داری بپوش، برو مکتب ثبت نام کن، در اون بخشی که تو ثبت نام میکنی اونجا زبان انگلیسی کار نیست، حتی اونمو قرار که من مطمئن هستم میفهمی که ما آمدیم امروز ثبت نام کنم، اگر نبود بگو برم یک ترجمان بیار، من میخوایم زبان بخونم. چند سال آمدی؟ 20 سال، 15 سال، هیچ کسی از تو نمیپرسه که تو 20 سال هست در امریکا هستی چرا زبان نخوندی؟ دیگه با نیست زبان شروع کو. اولادای تا رو من نمیگم اولادای تا دوست نداشته باش، ولی زیادتر در خودت اهمیت بده، زیادتر خودت احترام کن. من میفهم شما زنای افغان میتونین، وقتی که شما میتونین در سرمای زمستان برین در روی اولی برف پس کرده در داخلش ظرف و لباس بشوین، دست خواندن چی هست، کار کردن چی هست، در امریکا که تمام آسودگی برای زنا هست، در اروپا برای زنا همه چیز فراهم هست، پلیس طرفتان، دولت طرفتان، مردم طرفتان، بازم چرا خودتان در خریت میزنین؟ دور از خوبایتان باشم، میگین ما نمیتونیم، ما نمیتونم، من نمیتونم. خواهر من، مگه ما چقدر عمر میکنیم؟ شاید عمر من و تو در 90 و 100 نرسه که اینی 50 سال که عمر کردیم بگم 50 سال دیگه ما هستیم، یا 40 سال عمر کردیم بگم 50 سال دیگه ما هستیم. چرا زندگی نمیکنیم؟ چرا زندگی زیادترین زنای افغان دروغ هستن؟ از داخل خراب و از بیرون خود خوب نشان میدیم. درونی ما، این مثال ماها افغان ها هست، میگه درونی من خود من را کشته و بیرونی من مردم هم. چرا همو بیرون را بر مردم نشان نمیتیم که ما چی هستیم و چی میکشیم؟ چی فایده کردیم اینقدر ما را خوشو تعریف کرد، ننو تعریف کرد، یه بر تعریف کرد، ماما تعریف کرد، کاکا تعریف کرد، در کجا رسیدیم؟ در کجا رسیدیم؟ کدام مدال بر ما داد؟ آخرشونم داستانی خواهر ما را که نشر کردم خانش در اوزینگ است. اوزینگ جایی هست که اگر دولت یک زن افغان، یک زن ایرانی، یک زن عرب، یک زن دیگه، یک زن دیگه، یک زن امریکایی رو ساپورت نکنه در میدان میمونه. خانه ها را دولت جور میکنه برای آدم های ضعیفی که در میدان مانده، نمیتونه کرایه بده، نمیتونه. از آخر جای ما را مردم خوب گفت، خوب گفت، خوب گفت، خوب گفت، آخرش از خود هیچ چی نداریم، اینقدر درونی واوزینگ میمانیم که اگر روز بمریم دولت بیایه برا ما را دیگان جای گور کنه که اصلیتش از کجا بود. خوب از افغانستان بود، از افغانستان بود، خوب مرد بنده خدا. چرا ما ایتو بکنیم؟ چرا از خود مثل زنایی که هیچ دور نه مثال میزنم، زنای ایرانی امروز در فضا میره، زنای ایرانی امروز در فضا میره، چرا زنای ما 15 سال شوی را تحمل میکنه که حتی نانش در خانه بایی نمیخوره؟ کسی را تحمل میکنه 15 سال که برش یک لباس نمیخوره؟ چرا؟ فرق ما چی هست؟ فرق ما یه است که ما همیشه میگیم ما نمیتونیم، ما نمیتونیم، میترسیم، ترس در دل خود ما را میتیم خود به خود، اما ضعیف بودن خودم نشان میتیم خود به خود، اونمو گوسفند بودن خودم برای شوی، برای فامیل شوی، برای تمامی مردم دیگر نشان میدیم که من گوسفند هستم. من همون تو که تو میگی سیاسر هستی، من سیاسر هستم.
اونم تو که تو مرا ضعیفه نام کرده من هستم. چرا؟ چرا تو کارا رو میکنین؟ من براتون گفتم تا روزی که کسی نبود شما رو یاد بده، خب مقصر نبودین. من یک و نیم سال است خواهر من همین جدوی شاید زیادتر شود، یک و نیم سال آمدیم در سوشال میدیا هستم، میگه من از اول ویدیوهای تو رو میبینم، چرا از همون وقت تصمیم نگرفتی با من گپ بزنی؟ چرا از همون وقت تصمیم نگرفتی داستان تا بر من روان کنی؟ مطمئن باش اگر از امروز هم تا 10 سال دیگرم تو با ایشوی زندگی کنی، تو در پیش هیچ قدری نداری. چی گپ مرا گوش میکنی چی نمیکنی؟ پناهت به خدا، من داستان تو را نشر کردم، کامنت ها را ببین، ببین مردم درباره تو چی میگن. مردم مردمی خودت هست، زنایی هست که مثل تو بودم، مردایی هست که درک میکنه گواهی که من میزنم، یعنی میگه حقیقت هم میگه. ببین مردم درباره تو چی میگن. اگر اونا گفتن نه خوب است که تمو شوی بشی زندگی کو، ما هم حرفی ندارم، ما هم کدام گپی ندارم. من بر مردم، بر زنای افغانستان، بر خواهرای من احترام قائل هستم. هر چی که اینا بر تو بگویه ما میگم راست است. حالا من یک دو گپ زدم، اینا گپش حقیقت است، از من گوش نکو، از اینا رو گوش کن. اگر اینا بر تو گفت بشی، بشی عزیز من، خواهر من. اگر نه اینا تایید کردن گپ من و بر تو چیز اضافه تر یاد داد از گفتن من، خب عزیز دل هوشیار شوین، عقل دارین، هوش دارین. تمام خوبی یک زن در شما هست، ولی نمیتونین از خود مواظبت کنید. ای به خاطر ای هست که یک عمر گفته من نمیتونم، من نمیتونم، من نمیتونم. چرا نمیتونی؟ تو مگه چه کم داری؟ خب عزیزان دل، داستان شنیدید. امیدوار هستم که نظریات خودتان خواهرای عزیز و برادرای عزیز من در کامنت نوشته کنید. دور از تعصب و قوم پرستی و دور از ای که بیاین اینجا الهی یک چیز نوشته کنید که نه به درد تو میخورم و نه به درد من. شاید در نظر خودت تو گپ نوشته کنی و برای کس دیگه اهمیت داشته باشم. مثال که یک دانم یا پخ پخ میکنه که کلی همه مشکلات از مردم هزاره است، مثل اون نوشته نکنید. او کامنتاش خوانده نمیشه، اونا رو هیچ کس نمیخونه، هیچ کسی هم نمیبینه، دیده هم حتی نمیشه. ولی ما که یکان دفعه که بروم پس برگردم ببینم، او رو فقط من میتونم، ولی هیچ کسی او رو دیده نمیتونه که شما بگوین. هیچ کسی هم در نظر او اهمیت نمیتونه. نظریات خوب نوشته کنین، چی برای خدا، چی برای خودتان، چی برای یک کمک برای هم نوعی خودتان. عزیزان ممنونتان هستم، سپاسگزارتان هستم که تا اینجا مرا تحمل کردید، خواهرای هموطن من و فارسی زبانای عزیز. تشکر میکنم از تمام شما در کامنت نوشته کنین عزیزان دل که این خواهر ما چی بکنه و برش، که ای یک داستانی هست که شباهت در 3 تا مسیجی که من دارم و از هفته پیش و از این هفته گرفتیم، اینا شباهت ده هم دیگه دارن، ولی من خواستم امروز ایره از این خواهر ما را داستانش را بگویم. و کسایی که بر من مسیج داده بود، من برای اونا وعده کرده بودم که داستانی که من امروز نشر میکنم برو را ببین و از تو چون یک مسیجی بود و از این داستان سعی کو چی یاد میگیری. امیدوار هستم یاد بگیرین و امیدوار هستم که از خودتان دفاع کنید. تا خودت از خودت دفاع نکنی، هیچ وقتی مادر و خواهر و برادر و اولاد تو از تو دفاع نمیکنه. ای رو مطمئن باشید. ویدیوهای بسیار هست در چنل مدامی باره هست، برین اونا رو گوش کنید. از اول یوتیوب ما ببینین تا حالی، ببین ما چی داستانهایی رو نشر کردیم. سعی کنین از هر داستان یک چیزی یاد بگیرین، به دردتان میخورم. خداوندیار و نگهدارتان تا روز و روزگار بعد و روز بعد و لحظات دیگر که با شما باشم، شما رو با خداوند پاک و یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.